خب درود میفرستم خدمت دوستامون. امروز میخوام براتون یه آنباکسینگ انجام بدم. یک گاف صندوق یا سیف باکس هست که از سایت آمازون براتون خریدم. لینکشو براتون قسمت دیسکریپشن براتون میذارم. برندش هم برند آمازون بیسیک هست، مال خود کمپانی آمازون. قیمتش هم با تکس و اینا تقریبا حدود $130 $135 در اومده که دقیق لینک رو براتون میذارم، میتونید ملاحظه بکنید در اینجا. خب جعبه سنگینیه، باکسی که اومده خیلی سنگینه، ولی خب خود آمازون میاره قشنگ جلوی در بخونتون بهتون تحویل میده. خیلی بسته‌بندی خوبی هم داره، ابعاد خوبی هست. ملاحظه بفرمایید، گاف صندوقی که هر کس در خونهش نیاز داره، خیلی حرفه‌ای، خیلی فلز محکم، خیلی محکم و دیزاین خوبی هم داره. برندش هم آمازون هست همونجور که در تصویر میبینید. دو تا کلید همراهش میاد، دفترچه راهنماش هست، همینطور رمز میخوره، میتونید با رمز بازو بسته بکنید که یه باتری از داخل میخوره، ولی خب حالا همه اینا رو من نشونتون میدم. ملاحظه میفرمایید بروشورش هست، تمام مراحلش رو توضیح داده. دو تا کلیده که اگر خواستید با کلید استفاده بکنید، اگر هم نه که از کیبدش قبلی پنی که اینجا گذاشتن. نکته خوبی اشاره کردی که خود کلیدا رو هیچ وقت داخل گاف صندوق نذارید. خب همونجور که ملاحظه میفهمید، البته یه کمی خیلی تریکی بود، ولی این قسمت رو فشار میدیم باز میشه، در میاد. اگر خواستین از کلید استفاده میکنید، کلید رو به سمت چپ میپیشونید، به این حالت باز میکنه، به این حالت قفل میکنه. خب باز میکنیم، ملاحظه بفرمایید خیلی با صندوق خوب و حرفه‌ایه، مقابل در برابر آتش. قفسه توش رو میتونید جابجا بکنید، اگه بخواید میتونید بیارید بالاتر، داخل رو میتونید دوست دارید ملاحظه کنید، اگه بخواید قفسه رو میتونید بردارید بیارید بالاتر، پیچ گذاشته که بتونید بالاتر بذارید، حالا
اگر خواستید که در همین قسمت باشه که خوب هست جاش. قسمت باتریش هم ملاحظه بفرمایید اینجا هست، 6 تا باتری میخوره. بله اگه اشتباه نکنم، بله 6 تا باتری میخوره که میتونید باتری ها رو بندازید و از رمزش استفاده بکنید، در واقع کیپد از قسمت دیجیتالی در واقع استفاده بکنید که قفل فلزی یا مکانیکی ما قفل حالا نوع معمولی که همیشه از قدیم بوده رو اگر نخواستید استفاده بکنید میتونید یک جایی برها قایمش بکنید، جای خیلی امنی بگذارید دور از البته سیف باکستون، گاف صندوقتون و از کیبورد استفاده بکنید. رمز بهش بدید، از این قسمت داخل میتونید رمز رو ست بکنید یا ریست بکنید و هر موقع اگر باتریتون شارژش تموم بشه اینجا نشون میده به شما که اگر باتریتون در حال تموم شدن باشه اینجا آلارم هست که شما متوجه میشید باتری داره تموم میشه، میتونید باتری رو قبل از اینکه تموم بشه عوض بکنید. اگر به هر دلیلی هم باتری کار نکرد، نتونستید از این کیپد استفاده بکنید، میتونید از کلید در زمان نیاز استفاده بکنید. اینا رو داخلش گذاشتن به خاطر اینکه رطوبت رو بگیره، معمولا در وسایل مختلف تو بسته‌بندی هاشون میگذارن از این ژلای سیلیکون، سیلیکا ژل که رطوبت رو جذب بکنه. خب اینجا هم باز میبینید اینجا هم جای پیچ هست که اگر خواستید اینجا حتی بخواید میتونید به دیوار گاف صندوق رو پیچ بکنید. بعضی خونه ها که دیوارشون بتونیه میتونن این رول بولت ها رو گذاشتن در واقع اینجا هست، اینجا هست یا در کف. کف رو میتونید نشون بدید دوست عزیز، ملاحظه بفرمایید 4 تا سوراخ در کف گاف صندوق هست و 4 تا هم در عقب هست که اگر خواستید میتونید با این پیچ رول بولت ها به دیوار فیکسش بکنید که قابل هم نباشه، یعنی خود گاف صندوق رو ندونم به دوزده. ولی خب در امریکا آپارتمان ها معمولا چون درای وال هست خب این امکان وجود نداره، دیوارا ضعیفه برای ساخت اونها یا در واقع هاوس ها که دیوارای بتونی دارن یا اینکه خونه هایی که حالا در جای دیگه هستن بستگی. خب دوستان داشتم اشاره میکردم، بله از این رول بولت ها میتونید استفاده بکنید و به زمین یا به دیوار در واقع گاف صندوقتون رو یا سیف باکستون رو پیچ بکنید اگر خواست، اگرم نه که خب نیازی نیستش. خب من باتری ها رو 4 تا باتری 2A یا همون 2A به قول خود ما ایرانی ها گذاشتم، دکمه ریستش هست. حالا میخواییم رمز رو عوض بکنید، دکمه ریست رو شما یک بار میزنید، ملاحظه بفرمایید، بذارید من از این بر ملاحظه فهمید این 2 دفعه دکمه سبز در واقع این چراغ سبز روشن شد. حالا رمز ما بهش میدیم بین 3 تا 8 رقم، مثلا 369 و دکمه پاند رو میزنیم ست شد. خب حالا ببینیم با این رمز ما میتونیم باز بکنیم یا نه، کلید رو در میاریم 369. یک بار دیگه من ترای میکنم برای پنیسه میشه آو بعد پاندو میزدیم دوباره. خب یک بار دیگه من میزنم 369 پاندو میزنم. دوستان بالاخره من تریکش یاد گرفتم، دکمه ریست رو شما نگه میدارید، چراغ سبز اینجا دوبار بیپ کرد، حالا رمز رو میزنید مثلا 1 5 6 پاند رو میزنید، دوباره اینجا میبینید 2 دفعه چراغ سبز بیپ کرد، این الان کار میکنه قفل شد. حالا میخواییم بزنیم دوباره همون رمز رو میزنید و بعد پاند رو میزنید باز میکنه. ملاحظه کردید؟ پس یک بار با هم مرور میکنیم برای اینکه رمز رو عوض بکنید
بعد از اینکه باتری رو انداختید دکمه ریست رو دو سه ثانیه نگرش میدارید و بعد روی در واقع این صفحه کنترلش، حالا کیبدش، حالا هر چی اسمشو بذاریم، این چراغ اولی سبزه دو دفعه روشن میشه، بیپ بیپ میکنه. بعد دکمه ریست رو دستتون رو بر میدارید. من اشتباه میکردم، اولش هولد میکردم ریست رو، بر میدارید بعد رمز رو میزنید، حالا بین 3 تا 8 رقم، من 3 رقم زدم، بعد دکمه پند رو میزنید، بعد این رمز ست میشه. حالا میخواییم بازش بکنید، دوباره عدد رو مثلا 156 مثلا من گذاشتم، دکمه پند رو میزنم، این در واقع باز میکنه گاف صندوق ما رو. برندش آمازون دیسیک هست، خود کمپانی آمازون. اگر هم رمز رو اشتباه بزنید چراغ قرمز در واقع روشن میشه. هر بار هم که شما رمز رو میزنید 5 ثانیه وقت دارید که گاف صندوق رو باز بود، اگه نه دوباره باید رمز رو بزنید. ملاحظه میفرمایید؟ در راهنماش هم البته توضیح داده شده که چجوری رمز عوض بکنید اگه فراموش کردید. رمز اول خودش هم به صورت دیفالت 159 گذاشته، 159. اگر هم خواستید به دیوار یا زمین در واقع وصلش بکنید گاف صندوق، توضیح داده شده، به چندین زبون هم هست. خود قسمت انگلیسی 4 صفحه 5 صفحه اطلاعات مفید رو گذاشته برات. خوبش اینه که رول بولت هم روش هست، در مقابلش دو تا کلید هم روش قرار داده شده. امیدوارم براتون مفید باشه. هدف از گرفتن این ویدیو در واقع شیر کردن این اطلاعات با شما بود که وسیله‌ای که مفید هست و همه میتونن ازش استفاده بکنن رو به شما معرفی کرده باشم. و منم مثل شما خب بار اولی بود از این استفاده میکردم. شما که در واقع ملاحظه میکنید شاید این تجربه رو نداشته باشید مثل من، و خواستم اینو با شما به اشتراک بگذارم که اگر خواستید تهیه بکنید بدونید که به هر حال تریکاش به چه صورت هست و اینکه قیمتش به هر حال و همینطور نوع جنس، کیفیت جنس، کسی که مثل من خریداری کرده یا استفاده کرده و شما از اون تجربیات اون شخص استفاده بکنید قبل از اینکه خودتون خرید بکنید. جنس محکمی داره، قابل قبول برای خونگی، مثلا شما حالا طلا، جواهر، پولی دارید، چیزی دارید، قابل قبوله. ولی خب میگم اگر به زمین یا دیوار محکم پیچش بکنید اوکیه. حالا بعضی افراد هستن که میخوان گاف صندوقای خیلی سنگینی داشته باشن که خیلی نتونه کسی بلندش بکنه، که خب بحثش جداست اگر اون چنین بخواید. ولی این برای مدارک و اینا به هر حال در خونه لازم هست. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. همه رو به خدا میسپارم.